عمیقی است و به همین جهت با دوست عزیز، همکار گرامی در خدمت نوع انسان و دانشمند عظیم الشأن جناب نوذری، حسام نوذری، میخواهم مورد بحث و مطالعه قرار بدم. خوش آمدین جناب دکتر. درود بر شما جناب ریاضتی و بینندگان گرامی شما و به ویژه بینندگان شما در ایران. خوش آمدین. من یه در حدود 15 دقیقه مقدمه سوالی گفتم. بریم جلو ببینیم چه خبره، بعد سوالا رو بیشتر میکنیم. بفرمایید. خب بخواید دونه دونه مطرح کنید. مقصود از حیات چیه؟ زندگی، زنده. حیات هیچ مقصودی نداره. هیچ نداره. هیچ نداره. نه، این شما هستید که به زندگی هدف میدید. اینو بارها گفتم. زندگی یعنی چی؟ هدف من نیست. زندگی یعنی من میدونم چی میخوای بگی ها. من میدونم این زندگی هدف رو من بهش میدم. شما بارها تاکید کردین. ولی اصلا زندگی یعنی چی؟ ببینید، پدیده هایی که دارای متابولیسم هستند، یعنی دارای سوخت و ساز هستند، پدیده هایی که تولید مثل میکنند و به فرگشت پاسخ میدن، اینها زنده هستند. در بیولوژی نام اونها رو گذاشتیم زنده. حالا این میتونه یک باکتری باشه. باکتری سوخت و ساز داره، تولید مثل میکنه، متابولیسم داره و همینطور در معرض فرگشت قرار میتونه بگیره و متغیر میشه، دچار تطور میشه، دچار دگرگونی میشه، یا اینکه میتونه یک موجود درشت جسه باشه، مانند خزندگان. خزندگان تولید مثل میکنن، دارای متابولیسم هستن، سوخت و ساز، و در معرض فرگشت هم قرار میگیرن. خب این زنده است. این خیلی خوب شد. ببین مختصر و مفید گفتی. گفتم دیگه سوالا رو. ببین یه اگه شما دقت بکنی به همون تعریف خودت، همه مولکولن، همه یه پیوندایی دارن، آیا تفاوتی هست بین اینها یا این فرمایی که ما میبینیم، جماد، نبات، حیوان، انسان، آیا اینها فقط اشکال مختلفه نتیجه فرگشتی است که جناب داروین و شما بهش تاکید میکنید؟ من اصلا فراتر میرم جناب ریاضتی. شما هیچ دو حبه انگوری رو نمیبینید از همون درخت که شبیه به هم باشن. شما هیچ دو سیبی رو، دو گل سرخی رو، دو درختی رو نمیبینید که دقیقا این هم باشن. حالا در بدن خود شما، شما امکان نداره دو تا سلول رو پیدا کنید که این هم باشن. بنابراین هیچگاه هیچ موجودی شبیه به شما نبوده، شبیه به بیننده شما نبوده و در حال حاضر هم نیست. میان موجودات بدون تردید تفاوت هست، اما میان موجودات پیوستگی هست. این خیلی حالا ببین داریم با هم دیگه چای میخوریم. پس این یه پیوستگی، پیوستگیش در چیه؟ که همه ما دارای گذشته مشترک هست و این گذشته مشترک هنوز هم قابل دیدن هست. برای نمونه، بخشی از بدن شما تولید انرژی میکنه، نام اون هست میتوکندری. این میتوکندری برمیگرده به حدود 3 میلیارد سال پیش، هنوز هم در بدن شما هست، در بدن یک حشره هم هست، در بدن یک خزنده هم هست. ما گذشته مشترک داریم و در درختان هم هست. نام اون رو عوض کردیم، در درختان هم تولید انرژی میکنه. ما دارای گذشته مشترک هستیم. این خوب شد. ببین امروز هستم چون همه رو کلیدی و شورتن سویت جواب بیدی، خوشم میاد. من اما سواله خوبی دارم. آیا پس این تقسیم بندی ها فقط در برای ماست که ما بتونیم یه تفکیک ذهنی ایجاد کنیم، یا یه اشرفیتی در بین این انواع هست که شما بهش اشاره کردین؟ نه، این کلاسیفیکیشن ها به اصطلاح بسیار ضروری هست و ما چقدر خوشبخت هستیم که افرادی مانند اراسموس داروین، پدر بزرگ داروین، در گیاه شناسی دست به این کار زد، یا شخص برجسته دیگری به نام لاماخ که پیش از داروین حتی از واژه اِوولوسیون استفاده کرد در فرانسه. او هم متوجه شد که چقدر مهم هست این کلاسیفیکیشن ها،
که درک زندگی رو برای ما ساده تر کنه. بنابراین دانشمندان ما در صده های گذشته این کار رو شروع کردن، به ویژه در اروپا، و طبقه بندی گیاهان، طبقه بندی حشرات، و خود داروین در سفر فوق‌العاده خودش از سن 22 سالگی تا 27 سالگی 5 سال به نیمکره جنوبی برای نقشه برداری، در طول این سفر صدها و صدها موجود تازه رو شناسایی کرد و اون رو مرتب به انگلستان میفرستاد. این نکته‌ای که فرمودین رو شما در جلسات قبلم مفصل توضیح دادین. آیا تمام اینها فقط از دیدگاه جسمی یعنی فرم شما دارین بررسی میکنین، درسته؟ وقتی شما میگین انرژی، انرژی را هم فقط یه پدیده میبینید که به خاطر بودنش سرایت میده و بازتاب داره، یا شما به فکر مثلا چگونه نگاه میکنید؟ روح، آیا اینا دارن؟ اصلا روح معنی داره در اینجا یا خیر؟ نه، روح یک نوع خرافه است و انرژی و ماده یکی هست و انرژی میتونه فرمهای متفاوتی رو بگیره، یک چرخه است. بنابراین اگر بخوایم یک جورایی خلاصه کنیم، ماده و انرژی یکی هست. حالا در مورد ذهن و در مورد آگاهی، در مورد این اتفاق نظر نیست. چگونه این آگاهی به وجود میاد؟ یعنی زمانی که ما میریم به سراغ مولکول ها، میریم به سراغ اتم ها، به هیچ عنوان امکان ردیابی اون وجود نداره. بنابراین یک راز بزرگ است. و آیا این آگاهی، شما به درستی فرمودین راز بزرگه، من قبول دارم، آیا همین راز بزرگ به ما نشون نمیده که این فرمتیو نی، فقط جسمانی نی، شاید یک پدیده فراتری هم وجود داره؟ نه؟ اگر نه، چرا نمیشه اندازه گیریش کرد؟ چرا نمیشه فهمیدش؟ به خاطر اینکه ما هیچی از ماده واقعا نمیدونیم. ما بسیار کم در مورد ماده میدونیم. ما فکر میکردیم که در مورد ماده همه چیز رو فهمیدیم. یعنی ماده یعنی این چوب، این میز، این نورافکن، این رادیو، این تلویزیون. نه، ماده بسیار بسیار پیچیده است و ما هنوز درک درستی از ماده نداریم. خب این سوال حالا قشنگ شد. ببینین، شما وقتی میگوین ماده، با ارسطو که شما میانت خوبه دیگه، ولی مرد شریفی بوده و تو یونان بوده و این اولین کسی بود شاید به طور خیلی منسجم این سوالی رو که بنده از شما کردم سعی کرده در آثارش توضیح بده، این که ماده مقصود اون ماده اصلی که ما هیچی نمیدونیم دربارش، که اون بهش تحت عنوان هیولای اول اشاره میکرد، یعنی یا مادت المواد بهش میگفت، میگفت این یه فرمه، یه حقیقتیه که شناخته نمیشه، ولی آنچرا که ما میبینیم یک نمود زمانی و مکانیه از اون انرژی کلیه. آیا با این نظریه فلسفی شما به عنوان یه دانشمندی که زیست شناس هستی چگونه بازتاب شماست؟ این به خاطری که فکر میکردن انرژی یک چیز خاص هست. گفتم انرژی و ماده یکی هست، ماده تبدیل به انرژی میشه و انرژی کل عالم ما یکسان هست، همونی هست که چندین میلیارد سال پیش بوده، اما از فرمی به فرم دیگری تغییر پیدا میکنه. بله. و در مورد آگاهی، ما ماده رو هنوز به خوبی نشناختیم، اما بدون تردید در آینده نزدیک خود انسان از همین ماده استفاده میکنه و به لطف پیشرفت علم و به ویژه هوش مصنوعی میتونه در درون ماشین تولید آگاهی کنه. بله، من اینم متوجه شدم. دقت بفرمایید، اینشتین تا حدودی موقعی که بحث انرژی و ماده رو مورد بررسی قرار میداد، اون معتقد بود که همه چی انرژیه. وقتی که این انرژی به عرصه ظهور نیامده بهش میگفت انرژی بالقوه، پتانسیال انرژی،
وقتی که در عرصه زمان و مکان قرار میگیره بهش میگفت کنتیک، یعنی دارای حرکت. و این معتقد بود که مجموع این دوتا ثابته، یعنی اینکه یک حقیقت یا واقعیتی هست که البته واقعیت رو وقتی اون توضیح میده میگه هر چیزی که در عالم زمان و مکان قرار بگیره واقعیته. آیا اگر این طور ما بخوایم بگیم، آیا خود انرژی نیست که ما بهش میگیم حیات و این تغییر فرم نیست که ما بهش میگیم مرگ؟ ببینید، انرژی مثبت و منفی از هم جدا میشن میلیاردها سال پیش. انرژی منفی، ما امروز نام اون رو گذاشتیم گرانش یا جاذبه، و بعد سایر انرژی ها از انرژی مثبت مشتق میشن. بنابراین جدا شدن این دوتا باعث میشه که در این عالم ما سرانجام حیات به وجود بیاد، که ما تنها میدونیم چه زمانی هست، بالای 4 میلیارد سال پیش هست. اما چگونه یک خود حیات از ماده پدیدار شده اون رو نمیدونیم. این رو هم اما میدونیم که این واژه های ماورا و طبیعه یا متافیزیک همه خرافات هست، یعنی در دنیای علم جای ندارد. وقتی میگین خرافات یعنی چی؟ یعنی که خودتون ساختید اینا رو. آیا میشه؟ شما خیلی دیگه سادهش کردید، دیگه الان افلاطون هم اینجا باشه. متافیزیک یعنی... میتونه یه معنی دیگه هم داشته باشه، همونی که ما چیزی دربارش نمیدونیم. شاید به قول شما شناختنی، دوباره حرف کانتو من میارم جلو، یه چیزایی رو شناختیم، یه چیزایی رو نشناختیم، یه چیزایی قابل شناخته. آیا اونایی که نشناختیم یا قابل شناخته که شناخته نشده، اینا رو میگیم خرافات؟ آیا مفهوم متافیزیک به معنی تصورات واهی در مورد چیزایی که نمیدونیم، یا اینکه اصلا نبایستی فکرشو بکنیم؟ نه، اصلا نبایستی در موردش فکر کنیم. چرا؟ متا یعنی اون طرف خبرایی هست. و اینطوری شد که دکانداران دین، به ویژه ادیان ابراهیمی یا حتی هندوها یا بودیست ها، از اون استفاده کردن برای فروش بهشت و جهنم و مردم رو وعده دادن به یک زندگی دیگه در ماورای طبیعه، در اون طرف خط. اینه که کار میده دست ما، و باید مراقب باشیم که در این دام نیفتیم. من اینو قبول دارم، ولی چرا از جنبه اصلا مذهب بذاریم کنار؟ من قبول دارم سوء استفاده از این واژه خیلی خیلی شده، ولی بیایم، نمیدونم تا چه حدی جناب دکتر با واژه ماتریالیسم دیالکتیک آشنایی دارید، که در حقیقت این حرف شما رو میزنه که وقتی میگوین ماده، مقصودشون این فرم ها نیست، بلکه یک حقیقت ناشناختنیه که این پدیده ها یا روند ها ازش ناشی میشه. پس وقتی میگن متافیزیک، حداقل طریقی که اینشتین ها بهش نگاه میکردن، وایت هد بهش نگاه میکرد، راسل بهش نگاه میکرد، اون جنبه خرافی که شما هم به درستی اشاره کردین نبود، بلکه مقصود اینه به قول کانت که یه چیزایی هست که ورای اون پدیده هایی که ما ملموسانه در میابیم، یک واقعیت هایی هست ولی بهش آگاهی نیافتیم. اگر بیایم، ببینین حرف شما رو من تأکید میکنم، وقتی اصلا چیزی دربارش نمیدونی، وقتی که مطمئن نیستی که اصلا چی هست چی نیست، میای ازش داستان درست میکنی، دکون درست میکنی، بهشت و جهنم درست میکنی، اون موقع من میگم خرافیه. ولی من میخوام یه جایی هم برای تخیل که ریشه علم هست رو هم بذارم که من بفهمم این فرم مادت المبادش چیه. بده این نظریه؟ بله. خب بگو. نه خیلی خوبه، من دوست دارم. ببینید، ما هر بار که یک پرسشی رو پاسخ بدیم در علم، هزاران پرسش تازه رو ایجاد میکنه. درسته؟
ببینید مثلا اگر شما سری بزنید به دوران رنسانس، چند تا پرسش بود، بعد پرسش ها پاسخ داده شد، شدن چند ده تا، اونها پاسخ داده شدن، شدن چند صد تا. اصلا در دنیای فیزیک یه فصل تازه‌ای به ناگاه به دنیا آمد. ما فکر میکردیم تنها یک کهکشان داریم، اما علم به ما نشون داد که نه، ما حدود 3 تریلیون کهکشان داریم. ما فکر میکردیم یک خورشید خود ما داریم، امروز میدونیم نه، تنها در کهکشان راه شیری 200 میلیارد خورشید وجود داره. در آندرومدا همسایه ما 1 تریلیون خورشید وجود داره. هر بار که واقعا پرسشی پاسخ داده شده، پرسش های تازه ایجاد شده. نگاه کنید در مورد همین هوش مصنوعی، امروز ما داریم در مورد تولید آگاهی در هوش مصنوعی صحبت میکنیم و چه چالش های بزرگی رو ایجاد کرده. بنابراین مهم هست که ما به پرسش وفادار بمونیم. پرسش واقعا یک فصل علمی هست و پاسخگویی هم حساب و کتاب داره، اون هم علمی هست. اما زمانی که شما به خرافه سر میزنید، شما به پرسش هایی دارید پاسخ میدید که خود اونها، عده اونها رو تراشیدن و پاسخ هایی رو برای اونها پیدا میکنن که اونها رو هم خود اونها بافتن و این کار داده دست ما. این هست که واقعا بزرگترین پیشرفت انسان در دوره رنسانس است. یعنی زمانی که انسان تصمیم گرفت دست مذهب رو قطع کنه، نه اینکه دست مذهب رو کوتاه کنه، دستش رو قطع کنه، چون پدر همه رو درآورده بود، نه برای 100 سال یا 200 سال، دوران تاریکی، دوران تاریکی، صده های میانه، هزاران هزار نفر رو آتش زدن، دانشمندان رو به جرم جادوگری. برونو رو نگاه کنید، یکی از بزرگترین دانشمندان زمان، اون رو پوست اون رو زنده زنده کندن، اون رو دور شهر چرخوندن و بعد هم زنده آتش زدن اون رو. یعنی خشونت و جنایت اصلا حیرت آور بوده. اینجاست که واقعا با علم نمیشه چانه زد. علم یک زبان مشخص داره و به ویژه ما هم مدیون اروپا هستیم و به ویژه مدیون انگلستان و ایالات متحده امریکا. یعنی به ما چگونه نگارش کردن علم رو هم یاد دادن. یعنی دیگه ما شروع نکنیم به بافندگی و همینطور استفاده از رفرنس، یعنی مرجع. بر چه اساسی شما این حرف رو میزنید؟ شما خودتون بهتر از من میدونید. در یک نگارش علمی تک تک جملات شما رو زیر میکروسکوپ میگذارم. یعنی کسی به اظهار عقیده شخصی شما هیچ علاقه ای نداره، رو دربایستی هم نداره. بنابراین اگر کسی اعلام میکنه که آره چون ما نمیدونیم پس من این رو فرض میکنم، نه، اینطوری کار نمیکنه. این کار میده دست ما. و در مورد پرسش هایی که نمیدونیم، یکی از زیباترین واژه ها رو ما مدیون خودمون هستیم، مدیون عمر خیام، یکی از هممیهنانمون، و واژه نمیدانم هست. عمر خیام در صده های میانه این واژه نمیدانم رو وارد قلمروی علم کرد. یعنی دیگه از اون ما خجالت نمیکشیدیم، فهمیدیم که نه، این واژه یک واژه بسیار مهم هست و علمی هست و بهتر از داستان سرایی هست. من اصلا شما چیزی نگفتی که من بتونم مخالفت کنم باش. من نمیخوام این برنامه هم باشه. ببین، شکی نیست که سوال از جواب مهمتره. مردم باید دنبال سوالهای بهتری بگردن. از بولتر هست. اتفاقاً اهمیت یک موضوعی رو که شما مطرح میکنی از سوالاتی که مطرح میکنه بیشتر مشخص میشه که چقدر فهم و درک در مورد موضوع هست تا جوابایی که میدین، چون جوابها میتونه یه مجموعه ای از همون خرافه گریان باشه، چون من دخیل میکنم. ولی شما دقت کن به رفیق شفیقمون همون خیام خرافه گری رو ابدا دخیل نکرد، درسته؟ از طرف دیگه شما با رباعیات این جوان اگر روبرو بشین میبینین معنویات رو هم انکار نکرد. فقط فرقی که خیام داشت از یک طرف علمی بود، ریاضیدان بود، از طرف دیگه دقیقاً عبارات قرآنی رو حفظ بود. دقیقاً ها، یعنی همینطوری رو هوای چیزی نمیگفت. مثلا گویان بهشت و حور عین خواهد بود و و و وقتی اینا رو تریس می کردی می دیدی آره مثلا در این
رباعیاتش داره در مورد سوره محمد آیه 17 حرف میزنه. این هدفی که داشت این نبود که دین رو از بین ببره، خلاقیت رو از بین ببره، تصور یه والاتری از اون چیزی که هست رو از بین ببره، ولی میگفت نیاین این آیه ها رو ازش دکون درست کنید و اینا رو به مفاهیم جسمانی که شما بهش علاقه داریم بگیرین. من حالا میخوام سوالم رو بکنم از شما، آیا یه کسی مثل خیام درست عمل نکرد که اومد فقط برداشتای غلط رو از این مفاهیمی که بین علم یا دین یا فلسفه است اینا رو مورد سوال قرار داد، بدون اینکه بیاد بگه تمام اینا خرافه است، تمام اینا بینشه، تمام اونا دانشه؟ اگه میتونی در مورد خیام مثلا بگیم در مورد همین موضوع. چشم، ببینید خیام چی دیگه دارن میگن که این زندگی کوتاست، این رو ما میدونیم و این رو هم میدونیم که یک سعادت بزرگ هست در تمام این یونیورس، این عالم بزرگ. ما هنوز هیچ کجایی حیاتی پیدا نکردیم، بنابراین به این اندازه با شکوه هست، پر عظمت هست و بایستی که قدر اون رو دونست و امکان نداره که شما بتونید قدر زندگی رو بدونید اگر فرهنگ نداشته باشید. اینجاست که ما نیازمند به هنر هستیم، یعنی خیام نیازمند به هنر ادبیات بود تا بتونه با این راز کنار بیاد. این راز یک دردآور هست واقعا، من از کجا آمدم، عزیز من کجا رفت، آیا بار دیگه اونو خواهم دید یا نه. ببینید بارها گفتم داروین دختر خودش رو در آغوش خودش از دست میده و فریاد میزنه که چرا، چرا این دختر خردسال بایستی در رنج و عذاب ببینه. لوی پاستور 3 دختر خودش رو بر اثر عفونت از دست میده، دخترای خردسال، اون هم همینطور. یعنی اینها آدمایی هستن که دانشمند هستن اما قدر زندگی رو میدونن و میدونن که شما نمیتونید خوب زندگی کنید بدون فرهنگ، و فرهنگ یعنی شعر، فرهنگ یعنی ادبیات، فرهنگ یعنی دانش، یعنی علم. اینهاست که میتونه زندگی ما رو خوشبخت کنه، به ویژه اگر این رو متوجه شده باشیم خوب که ما دوران کوتاهی زندگی خواهیم کرد و برای زندگی فرصت کم هست اما برای مردن فرصت زیاد هست. این پیام علم هست. یعنی وقتی من به بیننده شما میگم از عمر حیات 4 میلیارد سال میگذره، میبینن که زمانی که ما مردیم و از بین رفتیم این عالم به حیات خودش ادامه میده برای میلیاردها سال بدون تردید، این رو ما میدونیم، اما ما اونجا نیستیم. یعنی میلیون ها سال و میلیاردها سال خواهد گذشت و ما اونجا نخواهیم بود. بنابراین بدون تردید امکان نداره شما بتونید یک زندگی سالم و خوشبخت داشته باشید بدون فرهنگ، و فرهنگ همه این چیزهاست. اینه که ما اینقدر به عمر خیام ارادت داریم، یعنی به قدری تسلط داره به ستاره شناسی، به قدری تسلط داره به ریاضیات، اما در این حال حدود خودش رو هم میدونه. ما این رو در مورد ابو ریحان بیرونی هم کم و بیش میبینیم، گرچه یک راه دیگه رو در پیش میگیره اما به من چه ربطی داره؟ کمی وارد یک دنیایی میشه که شما اون رو در عمر خیام یا زکریا نمیبینید، یا برای نمونه خوارزمی همینطور. یعنی شخصیت های برجسته ما، اونها متوجه شدن که این زندگی کوتاست و باسی قدر اون رو شناخت، و امکان نداره که شما قدر این زندگی رو بشناسید اگر در دام اون ماده بیفتید که از اون مرتب صحبت میشه، یعنی پول، یعنی فرض کنید لباس زیبا، ماشین زیبا، خانه گران قیمت. نه، بنابراین بینندگان شما باید متوجه باشن که زمانی که از ما از ماده صحبت میکنیم اینجور چیزها نیست، اما هر چیزی که در این عالم ما وجود داره ناشی از ماده هست، ماده ای که ما تنها به بخش کوچکی از اون به راز اون پی بردیم. و جناب ریاضتی، این راز زیبایی حیات هم هست. یعنی اگر زندگی بدون راز بود قابل پیش بینی میشد، از پیش مشخص شده میشد. چرا ما نمیتونیم هیچ چیزی رو پیش بینی کنیم؟ میتونیم تولید هایپوتزیس بکنیم، تولید هیپوتز، اما پیش بینی نه، به خاطر که قابل پیش بینی نیست. ببینید همین لحظه اگر من از شما بپرسم جناب ریاضتی
آیا فرض کنید تا 10 ثانیه دیگه ما هنوز کماکان با هم صحبت میکنیم، از لحاظ علمی پاسخ به این پرسش نمیدانم هست. چرا؟ چون چه بسا که 2 ثانیه دیگه یک زمین لرزه بشه، اصلا تمام ما تمام این ساختمان همه از هم بریزه. ما نمیدونیم تا این اندازه واقعا وفاداری به علم مهم هست. اما من میخوام بینندگان شما متوجه باشن که زمانی که ما از ماده صحبت میکنیم، ماده به قدری زیباست، به قدری پر است از راز، به قدری شگفت انگیز هست که هر چقدر که ما بیشتر در موردش تحقیق میکنیم بیشتر به عظمت و به شکوه اون پی میبریم. بله، این شما الان خیلی چیزا رو واسه من واضح کردی که من ماده پرست حقیقی بشم. چون ما ببینید، من اتفاقا با شما موافقم حسام جان که اصلا خیام وقتی این انتقاد یا کریتیکی که به مذهب میکنه و به برداشتهای سوری فقها و علمای دینی میکنه، اتفاقا میخواد همین رو بگه که شما فرمودین که نه، زندگی نه شراب، نه لباس، نه این محدودیت هاست، یه مفهوم والاتر و پویایی‌تری داره که ما نمیدونیم چیه ولی انتظارش رو میگیریم و ما در این صحنه که هستیم یه بازیگری هستیم ولی ما زمانمون موقته، باید تا اونجایی که میتونیم از خرافه ها برداشت ها یه منفی بدون دلیل و شواهد علمی رهایی پیدا بکنیم و آزادتر بشیم. این چیزیه که شما داری میگی و منم 100% قبول دارم. چیزی که من میخوام ببینین، برای اینکه شما بدونی که چرا من این سوالا رو میکنم، یک نفر نوشته که من با شماها معترفم، یعنی شاید میخواد بگه قبول دارم که ماده رو نمیشه لمس کرد، نمیشه فهمید، ولی خود همین صفاتی رو که شما میگویید، آیا این رو ما بهش نمیگوییم روح؟ چون خب دقت کنید، الان نمیدونم این مذهبی مذهبی نی، مهم نی، ما میخواییم به سوالش جواب بدیم که وقتی تمام کیفیات جسمانیه، یعنی واقعیت های زمانی و مکانی به قول شما از حس های درونی و خارجی ما ناشی میشه، پس ماده‌ای که شما دو نفر دارین صحبتشو میکنید که نه اینه نه اونه، آیا این رو نمیشه گفت متا یعنی ورای فیزیک، یعنی اون چیزی که ملموس تجربیه؟ ببخشید، از کانادا. نه نه، ببینید جناب ریاضتی، شما تا از ماورا و طبیعه اونها صحبت میکنید، ما وارد اون دکانداران دین میشیم. دینو ولش کنیم، اصلا دینو ولش کنیم. نه نه نیست، آخه اوناست که از این واژه استفاده میکنن، به ویژه این نواندیشان دینی، یعنی فرم تازه‌ای هست که واژه های سنگین تری استفاده کردن. نه، باور کنید ماورا طبیعه هیچ واقعیت علمی نداره. قبول، من قبول کردم. من به خدا پیرو درجه یک حسام الدینم. دینم، حالا ببین حسام الدینم، ولی دقت کن حسام جون، این داره یه چیز خیلی ساده ای رو میپرسه، میگه که اگر اون چیزی که من میبینم که توسط حسمه یا فکرمه، اگر اینا ناپایداره که هست، پس بنابراین یه چیزی هست برای اون، اصلا کاری به این میگه که حسام حبیب، شما که نمیگی همام حقایق، همینیه که من میبینم، همینیه که من میشنوم، همینیه که من لمس میکنم، آیا چیزی بالاتر از اون نی؟ دقت کن برای این که چیز بشه. سوال بعدی چیه؟ آیا عشق یک امر جسمانی مادیه؟ وقتی یک
فرد عشق لامشروط به یک فرد دیگه داره جناب نوذری؟ ببینید، عشق هیچ ربطی به انسان نداره. عشق یک حضوری دیرینه روی کره زمین ما داره. اوکی. شما عشق مادری رو در شیر دریایی میبینید. بارها گفتم فرزندش رو بگیرید، دست به اعتصاب قضا میزنه تا حد مرگ. شما عشق به دوستان رو در دلفین میبینید. دلفین مرتب از جان خودش برای نجات جان رفقای خودش میگذره. دلفین حتی دل به آتش میزنه و برای نجات جان ملوانها خودش رو به خطر میاندازه. ما گزارش های زیادی در این مورد داریم. و زمانی که اونها رو به ساحل میرسونه هیچ توقعی نداره، نه ماهی میخواد، نه غذا میخواد، نه نوازش میخواد. شما عشق رو در روی کره زمین میبینید، حضوری بسیار دیرینه داره. برای نمونه موجوداتی که من از اونها یاد کردم، اینها برمیگردن به میلیون ها سال پیش از ما و هنوز هم روی کره زمین حضور دارن. یا نگاه کنید به فیل، در مورد اونها مرتب در برنامه شما صحبت کردم. بنابراین مختص به ما نیست، اما انسان این فرصت رو پیدا کرده که به لطف هماوایی و همپیمانی و همدلی عشق رو به یک مقام تازه برسونه و اون رو با دیگران در میون بگذاره، کاری که به این سادگی سایر موجودات نمیتونن انجام بدن. و از ماده است، اینه که ما سر در نمیاریم. بله، همه چیز از ماده است. و وقتی که میگن که خب اگر یه چیزی ورای جسم است، نه، ما هنوز نمیدونیم که این اتم ها زمانی که به هم میرسند چگونه جان رو ایجاد میکنند. حالا شما اون رو در مورد یک جوجه هم میبینید جناب ریاضتی، شما اون رو در مورد یک عنکبوت هم میبینید. عنکبوت هم عین انسان هست، عنکبوت هم مانند ماست، یا یک جوجه هم همینطور هست. سلول جنسی پدر به سلول جنسی مادر نزدیک میشه، همون راه و روش ها رو هم دنبال میکنه، به هم ترکیب میشن. در یک کرگدن، شما به یک کرگدن ماده و کرگدن نر نگاه بکنید، یاد انسان میفتید. شما زمانی که جفتگیری میکنه همون سیستم رو دارن و بعد در طول یک زمانی به ناگاه شما صدای تپش قلب رو میشنوید و در زمانی که یک میلیمتر هست شما رشد نورون ها رو، سلول های عصبی رو میبینید و اینها رشد میکنن، به مغز حیات میدن و ذهن نتیجه این مغز شماست، این آگاهی نتیجه این مغز شماست. بنابراین ما میدونیم این آگاهی چی هست یا این خودآگاهی، ولی در کمال حیرت چگونه از اینها، از هم کاری میان این سلول ها ایجاد میشه، اون رو نمیدونیم. حالا زمانی که ما میمیریم همه چیز اینها از بین میره، خاموش میشه، it goes off basically. حالا چون زندگی یک راز بزرگ هست و ما نمیدونیم، بهتر است که از اون لذت ببریم و از دستاوردهای علمی خودمون هم استفاده کنیم، به جای اینکه سر همدیگر رو کلاه بگذاریم، به جای اینکه شروع کنیم به داستان پردازی. چون یک چیز رو ما میدونیم، فرصت زندگی کم هست، برای مردن وقت زیاد هست و حیف هست، و حیف هست که قدر زندگی رو ندونیم. و زمانی که من میگم حیف هست جناب ریاضتی، منظورم این نیست که قدرشناس یک روز باشیم یا یک ساعت. ما باعثی قدرشناس یک ثانیه باشیم، به راستی هر نفسی که شما میکشید باعثی قدرشناس باشید. چون در تمام این عالم ما، این همه کره ما داریم، این همه خورشید داریم، هنوز که هنوز ما حیاتی پیدا نکردیم. اشاره کردید به کارل سیگن و اون اعلام میکنه که حیات جای دیگری هست، ممکنه باشه ممکنه نباشه، اما اینی که اون اعلام کرد که ما میتونیم تولید اسید امینه کنیم با مواد ابتدایی، بنابراین در جاهای دیگه باعثی حیات باشه. میخوام بگم که بودن اسید امینه هیچ ارتباطی به حضور حیات نداره. ما در تمام کهکشان ها اسید امینه ها رو پیدا میکنیم، ما میلیون ها اسید امینه داریم، اما روی کره زمین ما 20 تا داریم. یعنی در بدن شما 20 اسید امینه است که پروتئین ها رو تشکیل میدن، اما در کهکشان ها نه، ما مرتب اسید امینه ها رو پیدا میکنیم. یا در سخنرانی های خودش اشاره میکنه به حضور آب، آب و حیات. نه، اینطور نیست. حضور آب و حضور حیات دو تاست. اینی که شما در جای یخ پیدا کنید یا آب پیدا بکنید هیچ چیزی رو ثابت نمی‌کنه. آب رو شما به راحتی در بسیاری از جاها میتونید پیدا کنید. و بعد روی کره زمین خود ما تا به حال هیچ موجودی از جای دیگری نیامده. اینی که شما در رسانه‌های آمریکا به ویژه اخیراً میشنوید که CIA آمریکا دسترسی پیدا کرده به این موجودات غیر زمینی، در ارتباط هستن، اما ما رو در خبر نمیگذاره. جناب
ریاضتی، به قدر این عالم ما بزرگ هست، همین کهکشان کوچک خود ما، اگر بخواید از این سوش به اون سوش برید با سرعت نور 300 هزار کیلومتر در ثانیه، 100 هزار سال در راه هستید. حالا فرض کنید یک مسافری از آندرومدا بیاد، اون از این سو به اون سوش بخواید برید با سرعت نور 1 میلیون سال در راه هستید. آخه موجودات دیگه که بیکار نیستن، این مسافت های طولانی رو طی کنن و وقتی به کره زمین ما رسیدن برن سراغ سیایه. آخه چه اهمیتی میدن به فرض کنید تلفنچی سیایه که به اونها خبر بدن که ما آمدیم؟ یا گاه به گاه شما میشنوید که فرض کنید چینی ها گزارشی دادن که به نظر میاد موجودات فرازمینی هستن. نه، اینطوری نیست. اتفاقا جناب ریاضتی، اگر موجودات فرازمینی به کره زمین ما بیان، نخستین کاری که میکنن جشن گرفتن هست و ما هم در اون جشن شرکت میدن که سرانجام به مقصد رسیدیم. یعنی میخوام بگم که ما نباستی که داستان پردازی کنیم، هر چیزی که میگیم باید در مورد اون سند و مدرک داشته باشیم. این میشه علم، و اگر سند و مدرک نداریم نمیتونیم چیزی رو ثابت کنیم به طور علمی. همه چیز روی پروبابیلیتی هست، نباستی دست به خرافات بزنیم. حالا گاهی اوقات این ما رو ناراحت میکنه که ما بشنویم که ما روح نداریم، به همون بر میخوره. اون دیگه بستگی به خود شما داره. اگر دوست دارید که فکر کنید روحی در یک جای هست، در قلب شماست. برای نمونه مصری ها فکر میکردن که مغز کاری از دستش بر نمیاد، اون رو از سر خارج میکردن هنگام مرگ و دور میانداختن. اما قلب رو نه، قلب رو مومیایی میکردن و به بدن بر میگردوندن، چون معتقد بودن که پس از مرگ، این در دنیای پس از مرگ، قلب شما رو میگذارن در یک کفه ترازو و یک پر میگذارن در اون کفه ترازو و مبادا که قلب شما سنگین تر باشه، که اگر سنگین تر بود شما هیچگاه به قلم روی را نور ملحق نخواهید شد. هر جوری که شما دوست دارید، و اونم به ما ربطی نداره. ببینید اینقدر این راز بزرگ هست، ببینید چقدر آدم ها عزیزان خودشون رو از دست دادن. اگر کسی واقعا دوست داره فکر بکنه که این عزیز من الان پیش خداست، توی بهشت هست و من به زودی او را خواهم دید، به من واقعا ربطی نداره. من قرار نیست که بیام و رنج و عذاب اونها رو بیشتر کنم. بنابراین دنیای علم یک دنیای در این حال خشک هم هست، و اگر ما به این خشکی وفادار نبودیم شما این همه پیشرفت نداشتید. شما نگاه کنید جناب ریاضتی، اینی که شما و من الان در خانه هزاران ایرانی هستیم به خاطر متافیزیک نیست، به خاطر فیزیک هست. اینی که امروز صدای شما رو هزاران نفر میشنوند به خاطر ماوراءطبیعه ارسطو نیست، به خاطر طبیعت هست، به خاطر انسان هست، به خاطر مغز انسان هست. شما یه چیزی نشون بدید که این روح انسان انجام داده باشه، یا این دین انسان، یا این مذهب انسان، انجام نداده واقعا. و پیشرفت های ما پس از 100 هزار سال سرانجام به لطف به ویژه دوران رنسانس هست. جناب ریاضتی، ما دو نوع دیگه انسان روی کره زمین داشتیم. یکی از اون انسان ها 1 میلیون سال روی کره زمین زندگی کرد تا سرانجام یک سنگی رو که یک لبش تیز بود متوجه شد که میتونه دو لبش رو تیز کنه. یعنی 1 میلیون سال گذشت تا به این راست پی برد. یعنی میخوام به شما بگم که چقدر پیشرفت ما آرام بوده، اما به ناگاه به لطف رنسانس، به لطف اروپایی ها، ما وارد یک دنیای تازه شدیم، یک فصل تازه شدیم و نمیتونیم قبول کنیم که امروز در این دنیا ما به عقب برگردیم. و واقعیت این هست که مذهب واقعا هیچ چیزی جز نگونبختی برای انسان نداشته، سر مردم رو کلاه گذاشتن واقعا نداشته، بهشت و جهنم رو فروختن نداشته، و دوباره داره برمیگرده به فرم‌های مختلف. شما نگاه کنید مساجد رو در آلمان، نگاه کنید بر سر ایران ما چی رفته. ما نمیتونیم با این جور چیزا واقعا شوخی کنیم. شما نگاه کنید به فرانسه. من وقتی به فرانسه میرم باور کنید بعضی از شهرها رو دیگه نمیشناسم. یعنی این شهرها رو مقایسه میکنم به چند ده سال پیش، میبینم که چقدر عقبگرد کرده، چگونه این اسلام واقعا در این شهرها نفوذ کرده، این تعصب نفوذ کرده. بایستی مراقب بود ولی ما به راحتی میتونیم اون چی که به دست آوردیم از دست بدیم. بله، اون چی که ما به دست آوردیم میتونیم به راحتی اونها رو از دست بدیم. بله.
من خوشحالم که شما این توضیحات رو دادین. ببینین سه مطلب که میخوام نظرتون رو بدم. من میبینم شما از یک طرف میفرمایید که ما در مورد خیلی از این عوامل این پدیده ها دقیقا نمیدونیم چی هست، زمان میگیره، علم میگیره. خب از طرف دیگه شما به پدیده هایی اشاره میفرمایید که مردم بر اساس تخیلات واهی خودشون یه تصوراتی کردن. ببینین این ور قضیه رو در نظر بگیرین و این ور، ما نمیدونیم عواملش چیه. این ور میگه نه ما میدونیم و بنابراین یه خرافه گریایی رو ایجاد میکنن. به نظر شما نمیاد که هر دوی این گروه دارن افراط و تفریط میکنن؟ یعنی اینکه این گروهی که این ورن که میگن یه عاملی داره ولی نمیدونیم چیه، اینا میگن چون نمیدونیم چیه پس شاید وجودم نداره، شاید هم وجود نداره. اینا میگن چون نمیفهمن، علمم نمیفهمن چیه، بنابراین به قول فروید یه قوه دفاعی توجیهی تفسیری تبیینی که شما دائما بهش میگیم مذهبی رجوع میکنن، که این میتونه در علمم باشه این توجیهات و این توصیفات. به نظر شما حسام جان، دیگه حسام الدین نیستی، حسام العلم. نه حسام العلم. ببین ندونستن یک عامل دلیل بر انکار عامله یا اینکه فقط ما نمیدونیم؟ ببین شما دائما حرف داروین رو تکرار میکنی و خیام نمیدانم. نمیدانم خودش هیوملتی، فروتنی میخواد. نمیدانم علم میخواد. شما میگی نمیدونم چون تحقیق کردی، من میگم نمیدونم چون غافلم. این دوتا با هم فرق میکنه. شما وقتی میگی نمیدونم داری یعنی در حقیقت میگی چیزایی رو که تا حالا فهمیدم این جواب سواله رو دقیقا نمیده. من چون علمی ندارم و بزدلم، فروتنی ندارم، خودبینم، چون کم بینم، شروع میکنم تئوری درست کردن که خرافه است. به نظر شما یه طوری نباید ما این دوتا رو بفهمیم و یه راه حل کلی ایجاد بکنیم واسه شون؟ من کاری به دین ندارم. دین ببینین به قول شما، شما درست میگی، خودتم میدونی حسام جون، من در مورد دین حتی کتاب نوشتم، من 3 جلد کتاب نوشتم در بارش. من دقیقا شما رو میفهمم. من اصلا معتقدم اگر شما بینش علمی نداشته باشی، بینش دینی بدون علم تو رو به خرافه گری میرسونه. ولی از طرف دیگه من گرفتاریم اینه. من یه بار دیگه هم این سوال رو کردم از حسام، گفتی که من کاری به این اینشتین اینجا ندارم. اینشتین چرا میگه دین بدون علم یا علم بدون دین یکی کوره یکی لنگه؟ این چرا اینو میگه دیگه؟ این که دیگه بابا آی کیوش بالاتر از من بوده، حالا شما یه ذره آی کیوت بالاتر از آلبرته. اینو واسه من حل کن که بینندگان ما، شنوندگان ما این تصور واهی رو نکنن، چون من نکردم از شما هیچ موقع. واسه همینه که افتخار میکنم که شما تشریف میارین، که شما میخوای به اینا بگی آقا جون معنویات و انسانیت و اینا اصلا مهم نی، دین مهم نی. شما امروز یه چیزی گفتی اگه دلت میخواد انتخاب کنی که اینه، خب باشه، ولی زیربنای علمی نداره. زیربنای علمی واسهش پیدا کن.
چه جوری ما مطمئن بشیم؟ چون من میبینم بعضی از فیدبک ها رو که خیلی شما رو به عنوان کسی که اصلا دین و معنویات و حالا روح به معنی خرافیش نه، که یه روح به معنی این که مثلا میگم حسام اصلا حرفاش روح جدید، روح ریحان ایجاد میکنه. شما نمیگی ای حبیب اینو نگو، روح وجود نداره که، خرافی نگو، من اصلا به روح چطوری به اینا میگین که از حرفای منم سوء استفاده نکن؟ من نمیخوام بگم اینه یا اونه، من فقط میگم شواهد نشون بده به خرافه‌گری و توجیه‌گری نپرداز. حرف اینیشتن هم جواب بده به من ببینم چیکارش کنم. ببینید برای که رک و پوسکنده بگم جناب ریاضتی، این ادیان ابراهیمی برای نمونه، اینا 2000 سال که بیشتر از سنشون نمیگذره، اغلب چیزهایی که گفتن غلط هست و مفسرین سعی میکنن که مرتب توجیه کنن و بعد ما زمانی که چیزی رو کشف میکنیم یهو میان میگن آره ما اینو گفته بودیم یا مقصود ما هم همین بوده. زمانی که گفتن که این عالم ما ازش فرض کنید 5-6 هزار سال میگذره، گفتن نه در این ادیان ما یه صفر منظورمون 3 تا 0 هست، یا فرض کنید آدم و حوایی بود و بهشت و جهنم بدون تردید رک و پوسکنده اینو میگفتن دیگه. بعد که متوجه شدن واقعا اینطوری نیست، شروع کردن باز به تفسیر کردن. و اگر شما این کتاب ها رو بخونید، به قول زکریا پر هست، زکریای رازی چقدر که پر هست از خشونت، تنبیه بدنی، بی احترامی به کودکان، بی احترامی به حیوانات، سر اونها رو بریدن، اونها رو خوردن، همه چیز در خدمت ماست، بی احترامی به زنان. حالا اگر شما سری بزنید به 4000 سال پیش، شما نگاه کنید در مصر چه خبر هست. در مصر اصلا قوغایی به پا کردن، مقام زن در مصر، در مصر زن به مقام فرعونی میرسه، شما وزیر زنان دارید، شما صدها شاعر دارید. شما سری بزنید به 5000 سال پیش، یا در میهن خود ما سری بزنید به 7000 سال پیش و 8000 سال پیش، ما همه اونها رو ول کردیم به خاطر این دین و مذهب چسبیدیم به این سه تا به خصوص، اسلام و یهودیت و مسیحیت. اما خوب که در عمقش میرید میبینید که پر هستن از خرافات، پر هستن از خطا. اینی که واقعا 100% قبول دارم. ولی حسام الدین، ببین شما چون دین و میاری حسام الدین میشی ها، ببین این تورات و انجیل رو بگیر. تورات و انجیل حسام میدونستی 40 تا نویسنده داشته و این 40 تا نویسنده در عرض 1500 سال این کتاب نوشته شده. شما میدونستی اصلا این تورات مجموعه 40 تا نویسنده در این بایبل وجود داره؟ اولین انجیل 40 تا 60 سال بعد از عیسی مسیح نوشته میشه. بعضی از این انجیل ها رو اصلا نمیذارن تو این انجیل ها. من همه اینا که شما میگی تحقیقم نشون میده درسته، ولی انسان یه قوه دفاعی داره. من قبول دارم شما الان یه چیز علمی میبینی، بعد این بابا مذهبیه میگه اینم در انجیل اومده، در قرآن اومده، الان که گالیله برگشته گفته شمس مرکزه، آبا این که حرفی نی، قرآن هم اینو گفته که شمس مستقره، همه چی دورش میچرخه. من این رو میفهمم، چرا این کار رو میکنن؟ از من بپرسی، شما حساب و دینی، من حساب روانشناسی هم، حساب روانم حبیبا، اینا قوه دفاعیه. چون نمیخواد قبول کنه به نظر من که من برم یه تحقیقی بکنم، چرا باید توجیه کنم، چرا باید همش فکر کنم که باید به گذشته پیوند بدم. ولی از طرف دیگه حسام جون، ادیان ابراهیمی رو بذار کنار، ادیان نوین به این مزخرفات اعتقادی نداره دیگه. بهشت و جهنمی مثلا در بابیت و بهاییت بدون معنی وجود نداره. نه، میگه یه چیزی شما گفتی کاملا درست گفتی، لحظه رو در نظر بگیر، این زمان رو در نظر بگی که پر از مهر و خرده. پس بنابراین
ما اگر بخوایم توجیه کنیم قوه دفاعیه. شما داری به این آدم ها میگی که آقا جون این خرافه گریه، شما به اون پیر زن بدبختی که داره با نیت پاک یه دعایی میخونه که نمیخوای کوچیکش کنی، که ما هم نمیخوایم کوچیکش کنیم، ولی اگه اون پیرزنه اومد با شواهد علمی خواست یه کارایی که میکنه توجیه کنی، شما با احترام میگی من نمیدونم چون شواهد نشون نمیده. آیا این فرق نمیکنه با اینکه شما ضد دینی؟ نه، شما ضد خرافه‌گری هستی، و چون این راستای دینی راستای توجیه خرافه‌گری بوده و افراد ازش سوء استفاده کردن، شما اینه که هی تاکیدت روی این قضیه است. درست نفهمیدم شما رو؟ راستشو بگو. ببینید در یک سیستم لائیک که من به اون معتقد هستم، قانون پشتیبان خدا باوران و خدا ناباوران است. بله. یعنی اگر اون خانمی که دوست داره دعا کنه، بازی تمام تلاش خودمون رو بکنیم که آزادانه بتونه این کار رو در خلوت خودش انجام بده، در خلوت خودش، اما نباید که اجازه بدیم که همون خانم معلم دبستان بشه و همون چیزها رو به کودکان ما یاد بده، به کودکانمون بایستی چگونه اندیشیدن رو یاد بدیم. حالا اگر کسی باور داره به بهایی، کسی باور داره به بودیسم، به هندو، هیچ تفاوت نمی کنه. وظیفه ما هست که احترام بگذاریم به عقاید اونها در خلوت خودشون، و اصلا همین دنیا رو زیبا میکنه که ما متفاوت باشیم. جناب ریاضتی، فرض کنید همه ما علمی فکر میکردیم یا همه ما دینی فکر میکردیم، دنیا قشنگ نمیشد و بسیاری از بزرگترین برجسته‌ترین دانشمندان ما، فریختگان ما خدا باور بودند، مانند لوی پاستور. لوی پاستور 3 از دختران خردسال خودش رو در زمانهای متفاوت از دست میده و یک روز رو میکنه به همسر خودش، میگه روی این خدا نمیشه حساب کرد، شاید که از ما میخواد که خودمون آستین ها رو بالا بزنیم. آفره. و آستین رو بالا میزنه و واکسیناسیون رو به دنیا عرضه میکنه، واکسیناسیون که سرانجام جان بسیاری رو نجات داد اگر درست انجام بشه، نه اونچه که در کووید 19 شاهد اون بودیم. یعنی یکی از بزرگترین هدیه‌ها رو به دنیای علم داد. یا شما نگاه کنید به جورج لومر، از اون بارها در برنامه شما صحبت کردم، سال 1927 یکی از پدران بیگ بنگ هست، یکی از پدران مهبانک هست. چقدر که آلبرت انیشتین در ستایش او سخن گفته، و این آدم هر سال جناب ریاضتی 2 با کسی در ارتباط نیست، میره در خلوت خودش، میره در خلوت خودش. و ما همه ساله در واتیکان، در پایتخت کلیسای کاتولیک یک همایشی داریم به اسم همایش جورج لومر، یک همایش علم مدرن فیزیک هست، به یاد اون هست، این سالیان سال هست که برگزار میشه. و خود جورج لومر هم یک آدمی بود که میشه اسمش رو گذاشت پر از معنویت بود. و اگر شما به سخنرانی هاش گوش کنید، روزهای یک شنبه اصلا واقعا فوق‌العاده است، اما روزهای دوشنبه تا آخر هفته فیزیکدان هست و بی‌رحم هست، ترحمی در فیزیک نداره، و به همین دلیل هم هست که واقعا این همه کشفیات فوق‌العاده داره. یا نگاه کنید به پدر ژنتیک مندل. مندل یک انسان متدین هست، خدا باور هست، و علم مدرن ژنتیک مدیون اوست. اینه واقعا پیام علم، که این ما متفاوت هستیم و ما قرار نیست شبیه به هم باشیم، و این تفاوت بودن هست که زندگی رو زیبا میکنه. مرحبا. اما در یک سیستم سالم، در یک جامعه سالم، در یک جامعه لائیک، ما بایستی که مراقب تمام این تفاوت ها باشیم. یعنی نه تنها دایورسیتی این لایف، نه تنها دگرگونی در حیات، در زندگی، یکی خزنده است، یکی گل هست، یکی پرستوست، یکی انسان هست، حتی در برداشت های ما قرار نیست شبیه به هم برداشت داشته باشیم. و اینه که واقعا اون دنیای ماتریالیسم دیالکتیک رو که شما در آغاز برنامه‌مون اشاره کردید، اون رو اینقدر زشت میکنه و امتحان خودش رو داده و رد شده و واقعا جایی در دنیای امروز ما نداره. یک سری آدم اندیشمند، آدمای بزرگی هم بودن، پیشنهاداتی دادن، صحبت‌هایی کردن که ما امروز می‌دونیم غلط بود، به درد ما واقعا نمی‌خوره. اما از اون که بگذریم،
شما نگاه کنید با به لطف همین پیشرفت علم، همه به خاطر واقعا پیشرفت علم هست، همه به خاطر لایسیته است. این تلگرام، این آیفون من، این دوربین شما، آقای کارگردان که به لطف ایشون ما امروز با هزاران نفر در ارتباط هستیم، جلوشون صدها دکمه است. تمام این دکمه ها نتیجه ده ها سال تلاش علمی هستن. اینی که واقعا حیف هست که بناگاه ما دوباره به عقب برگردیم. و من دارم این رو به بینندگان شما میگم که این ابیان ابراهیمی کار دادن دست ما. اگر از خلوت خودشون خارج بشن، اگر از خلوت خودشون خارج نشن، هر برداشتی که شما از اونها دارید مبارک شماست و اصلا چه خوب، و اصلا به من ارتباطی نداره، اصلا به من ارتباطی نداره. ولی هر اینو میخوام تاکید کنم که زیبایی زندگی در دگرگونی است، مرحبا، در متفاوت بودن. ببین وقتی من میگم حسام الدین، این دین شماست، دین شما تنوع، دین شما وحدت در کثرت، دین شما اینه که به اون پیرزنم اجازه میدی که دعای خودشو بخونه، ولی چون زیر بنای تعلیم و تربیتی رو برای نسل جدید مهم میدونی، نه این ضرورتاً کوالیفیکیشن نداره که بیاد در مدارس اونها رو تعلیم بده. من اینشو فهمیدم، این درست فهمیدم اسم تا حالا؟ بله. حالا شما اشاره کردی به پاستور، من خیلی این مرد رو دوست دارم. من این داستانی هم که شما میگی خیلی داستان عمیقیه. ببین این بیچاره قبل از این که این دختره رو از دست بده، خدا زندگی رو میده، خدا میگیره، مریضی، خب یک دفعه میبینه نه بابا به همین وضعم که مردم تعریف کردن نی، برمیگرده به زنش میگه میدونی چیه، حرفای خودت ها و اینا همش موجوده، شما از خودت نمیگی، اینا تاریخه. به زنه چی میگه؟ میگه ببین من نمیدونم، والا این خدا دخترای منو که نجات نداد، من میرم ببینم میتونم دخترای دیگر رو نجات بدم. حالا خوب دقت کن، این داره در حقیقت اعتقاداتی که وجود داشته در مورد زندگی و نقش خدا در زندگی دوچار سوالش کرده. ولی اگر خود این فرد اومد، یا مندلی رو که شما اسم بردی، این معنوی بود، خرافی نبود. ببین من میخوام اینا چیز معنوی یعنی چی؟ یعنی دنبال معنی میگرده. علت این که پاستور سوال میکنه دنبال معنا میگرده. علت این که نیوتن به این خرافه گری یا معتقد نبود، چون میگفت یه قوانین کلی طبیعی در عالمه، اگه من اونا رو کشف کنم بذار مردم دنبال معجزه بگردن، من دنبال روابط ضروریه منبعث از این قوانین کلی میگردم. به نظر من اونی که معنویه نیوتونه، پاستوره، خیامه، نه اون کسی که بدون سوال کردن به یه چیزی قائل میشه. ببین پس شما دوباره ضد معناگری نیستی، ضد فرضیه هایی هستی که برای توجیه نه تنها استفاده میشه، پایبندی بهش تصور میشه و بعد میخوایم دیگران رو هم وارد این دکم بکنیم. درست فهمیدم یا نفهمیدم؟ راستشو بگو حسام. ببین حالا بس سوال بدیگه، یه نفر دیگه هم سوال کرده، ولی شما صحبت کردی با کارل سیگان، و سیگان من باش کار کردم در جت پروپورشن لابراتوری این 1980s موقعی که من کانسالتنت بودم. سیگان نمیگه که فرم حیات چیه در منظومه ها در کیهان، این فقط یه سوال میکنه، میگه خیلی بعیده حیات به هر معنی که شما داری، از جمله معانی که من و شما،
این منوط باشه فقط به این کره زمین بیارزش. این حرف چه اشکال داره؟ دقیقا همین رو میگه و اشاره میکنه به وسعت عالم ما. یعنی عالم ما به قدری وسیع هست و ذهن ما خارج هست، به قدری تعداد کرات بالاست که امکان اینکه حیات نباشه واقعا کم هست. یعنی هست. آفرین. بله، یعنی از لحاظ احتمالات، از لحاظ پروبابیلیتی. ولی اشاره من به این بود که بودن آب یا بودن اسید امینه در کهکشانی الزاماً نشان دهنده این نیست که در اونجا حیاتی هست. نه اینو قبول خود اونم میگه. ببین انسان والا درسته که شما به روح معتقد نیستی، ولی روح این کال سگان نمیخوام بیاد ماشین منو پنچر کنه. نه دقیقاً. نه. ببین به قول شما شرایط حیات دلیل بر وجود حیات نی. شما داری اینو میگی آب هست، اکسیژن هست، ولی اینا دلیل نداره که باشه. و به قول شما خیلی روی این تاکید میکنی و من دوست دارم، احتمالش هست. چون احتمالش هست فقط به من پاستور مندل نیوتن میگه ترای هاردر، از خرافه ها آزاد شو، از رو شواهد علمی هی برو جلو و شجاعت داشته باشه که یه چیزی مخالف عقاید یا انتظارات تو هست اونو قبول کنی. اینو میگی شما دیگه، درسته؟ بله. ولی یه پرسش دارم از شما. بفرما. ببینید در ادیان ابراهیمی میشه گاو و گوسفند و بز رو خورد؟ آره. خب نه اب نداره، قربانی میکرد واسه همینه که اینا قربانی میدادن. خب میدونم. خب ببینید، حالا اگر علم بیاد و به شما بگه که این کار به شدت بد هست، غیر انسانی هست، ظلم هست، دردآور هست، اون وقت چی میگی؟ خیر ببین، تو قولت از من سوال کردی. ببین حالا من چی میگم، راستشو میگم با شجاعت. ببینید جناب ریاضت، این پرسیشو پرسیدم چون زمانی که شما به یک ادیان خاصی ارادتی پیدا میکنید، این سیاسفید هست. یعنی با یک سری قوانینی میان، با یک سری سنت هایی میان، و شما زمانی که به این قوانین نگاه میکنید، به این سنت ها و بعد به علم نگاه میکنید. بارها در برنامه شما گفتم، ببینید آب دادن به یک بره پیش از بریدن سرش، چرا؟ چون دین به شما گفته که گناه داره که تشنه از دنیا بره. چون گناه داره که تشنه از دنیا بره، به زور بهش آب میدیم و سرش رو میبرد. خب ببین، خوب گفتی. ببین این اگه از من میپرسی، ببین حالا منم میخوای گرفتار کنی که اینا دنبال منم بیان. ببین من اصلا به دینی که بخواد سیاه و سفید رو به من نشون بده، من اونو میگم خرافه. دین باید پویایی بشه، مثل علم که پویاست. ببین به نظر من اگر معتقد هستی که حیات محترمه، فقط برای انسان محترمه، برای حیوان محترم نی، اینا رو ما بارها من و شما صحبت کردیم، برای اون گله محترم نی، برای اون خار بیابون محترم نی، پس بنابراین من نه توی این ادیان ابراهیمی که شما ذکرشو میکنی، نه اینا تعالیمیه به نظر بنده مطابق یک خرافگری های سنتی طایفه‌ای محلی ایجاد شده و فرهنگ غلط بوده. من چون منو ببخش، ببین شما سوال کردی، من این دینا رو نتیجه فرهنگ میبینم. اینا اصلا جنبه متافیزیک توش نی. ببین من متافیزیک رو برای اینکه بگم، من با شما چایی میخورم همیشه، متافیزیک برای من فقط معنویاتیه که یعنی نمیدانم، ولی انسان تر بشم، به حیوانات شفقتم. ببینین پس خیلی شاید با من مخالف باشن. چرا؟ چون اونطوری که شما هم گفتی، It says what it means, it means what it says. سیاه و سفید. من اینطوری فکر نمی کنم. من اتفاقا فکر می کنم اگر حتی یک خدایی باشه، حالا نیچه رو بذاریم کنار،
این خدا به من بزرگترین عطیه رو داده که خرده، عقله. این عقل مطلقگرانی به مرور زمان عوض میشه. علم بزرگترین سرمایه خرده در عرصه فرهنگ. بنابراین اگر دین مطابق علم و عقل نباشه، حسام جان من بهش میگم خرافه. منو ببخش تو رو خدا، تو خودت سوال کردی. حالا یه پرسش دوم. تو عجب بابا، بگو. خب آخه میخوام به شما بگم که از پایه میریزه. بگو. شما واقعا فکر میکنید که دریای سرخ باز شده و عده از اون عبور کردن؟ نه، نه تنها شما... دریای سرخ باز. آقا ببین، همین و همین داستانا بوده و من میفهمم این آقا موسی یه عصایی داشته، این عصا مبدل به مار میشده، بعد این میره توی یه گروه دیگه میبینه اینا هم عصا دارن، عصاشون مبدل به مار میشه، ولی فرقش این بوده حسام، من و شما نمیفهمیم. عصا مار موسی همه این مارهای دیگه رو میخوره. ببین من اینا رو چی میبینم؟ اینه میبینم که راسل ها میگن که والا اینایی رو که ما میخونیم، وقتی که در مورد موسی حرف میزنن، ما باید یه پرانتز باز کنیم بگیم اصلا همچین آدمی وجود داشته. ببین چون خرافه گریه. آیا این رو من با معنویات یه چی میگیرم؟ میگم اصلا کسی که دنبال این حرفا بره دنبال معنویات نی، این یه ماده پرسته، همونی که شما گفتی، دنبال معجزه است. معجزه ای که ناشی از عقل نی، ناشی از خرافه است، ندانستنه. اینجاست که من با شما موافقم. نمیدانم آقای خیام با نمیدانم منی که جاهلم فرق میکنه. پس در جواب شما نه، چی کاری میکنن؟ چطوری اینا رو الان در قرن بیستم میان درستش میکنن؟ میان اینا رو میخونن حسام؟ میگم بابا مقصود از این عصا این نبوده که تو فکر میکنی. پس میگم ای عصا عصا. بعد ببین بعضیا، حالا ببین، در ادیان جدید میدونن که مردم در عالم خرافن، هنوی اینا رو قبول دارن، میان کاری رو میکنن که یونگ کرد، میگفت اینا سمبول و سیکرته، سمبولش اینه که مطابق فهم مردم اینا داره مطرح میشه توسط این نویسنده ها، معنیش اینه که شاید مقصود از عصا عصای امر حقیقته، یعنی اون امر حقیقته که تو رو نجات میده. بعد یونگ و بقیه میگن این امرم هیچ چیزی نیست مگر امری که با عقل درایت خرد توامه. ببین بازم دین، شما داری با دینی داری روبرو شدی و من قبولم دارم که همش ظاهره، همش خرافه گریه، انسانیت درش نی، بی حرمتی به مقام انسانه. وقتی در قرن 21 حسام به من و شما بگن یکی دیگه واسطه تو و خداته، چی ارزشی داره؟ منو تا چه حد میخوان کوچیک کنن؟ پس بنابراین من جواب سوال شما رو اینطوری میدم، من چیزی که با علم نخونه سوال واسم ایجاد میکنه. من شخصیت پرست نیستم، بت پرستی نمیکنم. از همه مهمتر، اگر فرمان از طرف خود خدا هم بیاد، حالا خدای هر کی هست، اگر ضد انسانیه، ضد حیات حیوانه، من ازش میگذرم، برای من ارزشی نداره. پس ببین همونطور که خودت گفتی، خیلی شاید مثل من و شما فکر نکنن حسام، ولی ما بهشون احترام میذاریم، ولی دلیل بر این نیست که قبولم داریم، تاییدم میکنیم، نه نمیکنیم. نمیدونم جوابتو دادم یا میخوای قطع کنی رو من. میخوای سوال آخر ازت بکنم؟ بفهمم. جناب تاییدی،
آقای ریاضتی خسته نباشید، لطف کنید از جناب نوزری بپرسید داخل انار و پرتقال چه کسی نظم داده است؟ آیا انسان قادر به نظم داخل انار و پرتقال می باشد؟ ممنون، متشکرم. این آله یک کشاورز اومده سراغمون، بفرما. نظمی رو که شما شاهدش هستید یک نظم ناپایدار هست و اون چی که ما از اون با واژه آنتروپی یاد میکنیم که از مهمترین اصول حیات و زندگی هست، یک معیاری هست برای سنجش بی‌نظمی. بنابراین نظمی رو که شاهدش هستیم ناپایدار هست و تمام اونچه که شما شاهدش هستید در سالیان آینده، سالیان دور، حتی خورشید خود ما به مرگ خودشون، با مرگ خودشون پایان پیدا میکنه. نظم ناپایدار هست و این برمیگرده همینطور به وسعت دنیای ما، یعنی زمانی که حرکتی آغاز میشه به قدری عالم ما وسعتش زیاد هست که در پاسخ به بیننده گرامی شما باستی بگم که واقعا از ذهن ما خارج هست. ببینید جناب ریاضتی، سرعت نور 300 هزار کیلومتر در ثانیه است، در یک ثانیه است. حالا شما و من بالای یک میلیون مایل در ساعت در حال حرکت است. شما تصورش رو بکنید، شما و من الان یک میلیون مایل در ساعت در حال حرکت هستیم. و بعد من به شما گفتم که این کهکشان راه شیری ما کوچک هست، اما 100 هزار سال طول میکشه از این سو به اون سوش بریم و این عالم ما در حال گسترش هست و این ما به ویژه اون رو مدیون به هابل هستیم. هابل و پیش از هابل، هابل سال 1930، پیش از اون 1927 جورج لومت، که متوجه شدن این عالم ما نه تنها وسیع هست اما در حال گسترش و در حال انبساط هم هست، اصلا حیرت آور هست. و تعداد خورشیدها، تعداد کرات واقعا از ذهن ما خارج هست. و جناب ریاضتی، زمانی که شما به این آسمانی که در حال حرکت هست نگاه میکنید، هیچ کدوم واقعیت نداره. شما دارید به تاریخ نگاه میکنید، نور اونها تازه به شما رسیده. شما حتی زمانی که به طلوع و به غروب آفتاب نگاه میکنید هیچ واقعیتی نداره. 8 دقیقه و 20 ثانیه حدودا طول میکشه تا نور غروب یا نور طلوع به شما برسه، یعنی شما هنوز هم باستان شناس هستید، به گذشته دارید نگاه میکنید. و بعد زمانی که سر میزنید به درون این سلول خودمون، به دی ان ای نگاه میکنید، اون هم تاریخ است. گذشته ما در اون نگارش شده، اما این بار با زبان میکروسکوپی. و یک بار در برنامه شما اشاره کردم به پدیده فرکتال سیستم که در مقیاس کوتاه‌تر حیات مانند شریان‌ها، مانند ریشه‌های درخت، مانند شاخه‌های درخت، مانند یک کلم، در مقیاس کوتاه‌تر خودشون رو تکرار می‌کنن. و اینها همه از ذهن ما واقعا خارج میشه، از تصور ما واقعا خارج میشه. بنابراین این یک درس به ما میده که زندگی به راستی یک سعادت بزرگ است، یک هدیه بزرگ است. باعث یک قدرش رو شناخت و تنها در صورتی میشه قدرش رو شناخت که با هم گفتگو کنیم. به لطف گفتگو هست که آینه ذهن ما روشن میشه، قلب ما روشن میشه و اون موقع است که ما واقعا به عظمت و به زیبایی هم‌آگاهی پی میبریم، همدلی پی میبریم و دیگه دلمون نمیاد که جان آدم ها رو بگیریم. برای زندگی ارزش قائل خواهیم شد و این باعث میشه که زندگی ما زیبا بشه. یادتون باشه جناب ریاضتی، از این 8 میلیارد آدمی که در دنیا زندگی میکنن، همه ساله 1 میلیارد تن از اونها گرسنه میخوابه. گرسنه میخوابه در حالی که روی کره زمین ما به اندازه کافی برای بسیار بیشتر از جمعیت ما همه چیز هست. میلیون ها تن کودک در همین فاصله که من با شما صحبت میکنم بیمار میشن و بسیار از اونها از بین میرن. بیماری هایی که به راحتی میشه جلوی اونها رو گرفت. ما به راستی هنوز هم مردگی میکنیم. اینه واقعا پیام من برای شما. و اون چیزی که شما از واژه معنویت از اون استفاده کردید، اصلا مگه میشه بدون هنر، مگه میشه بدون فرهنگ، مگه میشه بدون زیبایی، بدون ترانه، بدون موزیک زندگی کرد؟ اما ما باید یاد بگیریم موزیک یعنی چی و الا نام سر و صدا رو هم میگذاریم موزیک. آفرین. ما باید یاد بگیریم واقعا شعر و ادبیات چی هست و الا نام فحاشی رو هم میگذاریم نوعی ادبیات. اینه که واقعا فرهنگ وارد میدان میشه. و اگر شما بارها گفتم فرهنگ رو کنار بگذارید، بلافاصله ضد فرهنگ تقدیس، تمجی، تملق و چاپلوسی وارد میدان میشه و میهن ما قرن هاست که قربانی چاپلوسی است، قربانی تملق هست، قربانی تقدیس هست و قربانی تمجی هست. مرحبا. ببین عزام جان، در همین
چند دقیقه اخیر شما جوهر تمام مفاهیم رو توضیح دادی. معنوی معنیش چیه؟ معنوی در فرهنگ سازیه.